سلام دوستان، من امروز میخوام کمی به نکته‌ای بپردازم که در زمینه تاریخ و جامعه شناسی و سیاست همیشه یک موضوع چالش برانگیزی بوده. در فارسی به اون میگیم نقش شخصیت در تاریخ، نقشی که تا به حال در مورد صحت و کذب اون بحث‌های فراوان شده، چرا که از یه سو نمیشه نقش برخی از شخصیت‌های تاریخی و رهبران تأثیرگذار رو در شکل‌گیری رویدادهای تاریخی منکر شد و ویژگی‌های شخصیشون، جاه‌طلبی‌هاشون و تصمیمات اونها رو در شکل‌دهی وقایع تاریخی منکر شد، اما از سوی دیگه نمیشه نپذیرفت که نیروهای گسترده تری مانند شرایط اقتصادی، جنبش‌های اجتماعی، حتی پیشرفت‌های تکنولوژیکی و روندهای فرهنگی نقش مهمی در شکل‌دهی به تاریخ ندارند و این شخصیت‌های فردی هستند که تاریخ رو می‌سازند. به خصوص که رویدادهای تاریخی اغلب ناشی از کنش‌ها و حرکت‌های جمعی هستند تا اقدامات مجرد فردی. در نتیجه باور غالبی این شده که اگرچه شخصیت‌ها می‌تونند در تاریخ نقش داشته باشند، اما اونها رو فقط باید یکی از عوامل متعددی دونست که تاریخ رو می‌سازند و رویدادهای تاریخی معمولاً ناشی از ترکیبی از کنش‌های فردی، نیروهای اجتماعی گسترده‌تر و تعامل پیچیده اونها محسوب میشن. اما این هم هست که همیشه میشه برگشت به تاریخ گذشته نگاهی کرد و پرسش‌هایی رو مطرح ساخت که با واژه اگر آغاز میشن. مثلا میشه پرسید اگر ناصرالدین شاه با کشتن امیر کبیر موافقت نمی کرد و امیر می تونست اصلاحات گسترده ای رو که آغاز کرده بود بست بده، چی می شد؟ یا اگر خود امیر در مقابل فشار آخوندها و دربار ناصری تسلیم نمی شد و دست به کشتار بابی ها و باهائیان نمی زد، آیا سرنوشت امروز ما همینی بود که هست؟ من در واقع امروز میخوام شما رو با یک اگر دیگر هم درگیر کنم. میدونیم که مظفرالدین شاه قاجار 55 ساله بود که مرد و از این 55 سال 45 سالش رو به ولیعهدی گذروند و فقط 10 سال آخر رو پادشاه بود و در همین 10 سال پادشاهی هم 3 بار به فرنگستون سفر کرد و رفته رفته بیشتر متوجه عقب ماندگی وخیم کشور شد. همچنین میدونیم که او 4 ماه پس از اینکه فرمان تشکیل مجلس شورا رو امضا کرد و چند روز پس از موافقت با اولین قانون اساسی ایران که مجلس شورای اول تهیه کرده بود، چشم از جهان بست. و اگر چنین میشد و پسرش محمد علی میرزا به جای او نمی نشست، میشه پرسید که اگر او چند سال دیگر هم زنده مونده بود، آیا تاریخ عصر ما و حتی روزگار کنونی ما همین میشد که الان است؟ شاید در پاسخ به این پرسشه که من در واقع در این سری برنامه ها و همین وقت مختصری که در هفته براتون سخن میگم، میخوام توضیح بدم که اساساً آنچه ما برای لاغر 70 سال مشروط خونده ایم در واقع جریانی کاملا ضد مفهوم مشروطه بوده و به همین دلیل هم معتقدم که ما سکولار دموکرات های
فرزندان اون سکولار دموکرات ها که اگرچه مظفرالدین شاه رو تشویق کردند که امضای فرمان معوج اونچه که بهش میگیم فرمان مشروطه، اما در واقع فرمان تشکیل مجلس اول بود، با این امید که پس از تشکیل مجلس شورای ملی بتونن نهادی سکولار و دموکرات را در ایران برقرار کنند، اما در همون روزگار به دست دشمنان تاریخی سکولار دموکراسی که آخوندها باشند شکست خوردند و این نامردان نگذاشتند که سکولار دموکراسی در متن قانون اساسی مشروطه جاری بشه و در این حال هر حاکمی رو هم که نخواست مواد دلخواه اونها رو اجرا کنه بعد به قانون شکنی و دیکتاتوری متهم کردند. چرا این حرف رو میزنم؟ برای اینکه فکر میکنم خواست واقعی مشروط خواهان برقرار حکومتی بود که از یک طرف در اون آخوند و شریعت و توضیح المسائلش به قانون اساسی و کار سه قوه مقننه و مجریه و عدلیه راه پیدا نمی کردند. یعنی همین که فرنگی ها به اون بهش میگن حکومت سکولار، و در این حال اگر هم مملکت میخواست یک رئیس نمادین به نام شاه داشته باشه باید به او اجازه داده نمیشد که در کار سه قوه مستقل از هم دخالت کنه و این مردم باشن که بتونن مقامات مملکت خودشون رو هم نسب و هم عزل کنند که به این یکی میگن دموکراتی. من معتقدم مشروطه‌ای که در سال 1285 یعنی 118 سال پیش میرفت در ایران عصر مظفرالدین شاه شکل بگیره، با مرگ او نه سکولار شد نه دموکرات و در نتیجه مطالبه سکولار دموکراسی تا همین امروز پاسخ خودش رو از تاریخ معاصر کشورمون نگرفته و به این دلیلی که میگم مرگ مظفرالدین شاه رو میشه یکی از بدشانسی های مشروط خواهان راستین دانست، چرا که او در دوره بلند ولیعهدی خودش تلاش کرده بود تا با نخبگان و کسانی که در عصر ناصری به دنبال اصلاحات بودند روابط دوستانه برقرار کنه. خودش تفکرات ترقی خواهانه‌ای داشت و با برقراری ارتباط با روشنفکران اونها رو تشویق پیشرفت میگرد. حتی از او حکایت کردند که بعد از امضای قانون اساسی اول 51 ماده یه مجلس اول گفته بود حالا میتونم راحت بمیرم، در حالی که مرگ او سرآغاز جریان دیگری بود که همه آرزوهای مشروط خواهان راستین رو برباد داد. اما این داستانیست که در برنامه های آینده به اون خواهیم پرداخت. نکته مهم اینه که بدونیم اون چه در فرمان تشکیل مجلس شورا که امروز به غلط اون رو فرمان مشروطه میخونن آمده بود و ما در برنامه گذشته به اون پرداختیم، همون موقع همچندان باب طبع منور الفکرهای درباری نبود. اونها اگرچه در تابستان 85 این نگرانی عمره رو داشتند که به احتمال زیاد عمر شاه تا عید نوروز ادامه نخواهد یافت و محمد علی میرزا پسر ولیعهد او که سر دم نشسته بود که پدرش بمیره و او تاج بر سر بگذاره، با همه دلبری هایی که
از منور الفکرهای مشروط خواه میکرد کلن با مشروطیت مخالف بود. در نتیجه اونها میکوشیدن فرمان و موافقت شاه برای تشکیل مجلس شورا رو تا شاه زنده است از او بگیرن. البته میدونیم که اگرچه این امضا گرفته شد، اما برخی از مشروط خواهان درباری در همون روزهای اول پس از امضای فرمان شاه به فقدان مطالبی مثل حقوق ملت در این متن معترض شدن و در نتیجه دو روز بعد یه فرمان دیگری صادر شد که در اون عبارت افراد ملت به جای رعایا آمده بود، اما به جبران اون عبارت مجلس شورای ملی رو تبدیل به مجلس شورای اسلامی کرده بودن و در نتیجه این فرمان هم مورد انتقاد قرار گرفت. اما توجه کنید که در همین دوتا اعتراض حرف از ملت و صفت اون که ملتی یا ملی باشه بود. به هر حال سرانجام در 18 مرداد 85 شاه با تشکیل مجلس شورای ملی موافقت کرد، اما تاریخ رسمی فرمان رو همون 13 مرداد نوشتند که سال روز تولد شاه بود. میدونیم که مظفرالدین شاه درست 4 ماه بعد از امضای این فرمان چشم از جهان بست. لذا مشروطه خواهان فقط مهلت اندکی داشتند که قبل از به تخت نشستن محمدعلی میرزا قانونی رو که امروز به قانون اساسی اول معروفه بنویسن و به امضای شاه مریض برسونن. یعنی اونها به سرعت یک مجلس موقت که از اون به عنوان مجلس مؤسسان هم نام برده میشد برای تدوین نظامنامه انتخابات مجلس در تهران برپا کردند که نمایندگان اون عمدتاً تجار و روحانیون و مؤسسین و رؤسای اصناف بازار بودند. این نظامنامه 1 ماه بعد از امضای فرمان یعنی در شهریور سال 1285 تهیه شد و بلافاصله انتخابات تهران که بهش دارالخلافه میگفتند انجام شد. گفتند که چند روز پیش از افتتاح مجلس اول مظفرالدین شاه سکته کرد، اما او رو مداوا کردند. با این همه در روز افتتاح مجلس که مراسم اون در دربار و در حضور شاه انجام میشد، مظفرالدین شاه به سختی در مراسم حاضر شد و با چشمانی اشک‌آلود و صدای سنگین اظهار خوشحالی کرد از اینکه مجلس اول داره تشکیل میشه. سفیر فرانسه که در مجلس حضور داشت در نوشته‌هاش نوشته که اون روز وضعیت شاه خوب نبود، زبان او سنگین و حالت صورتش دفرمه شده بود و صحبت‌های او چندان مفهوم نبود. پس از این مراسم نمایندگان به سرعت دست به کار نوشتن قانون اساسی ایران شدند و توانستند سندی را تهیه کنند که چند روز مانده به مرگ شاه به امضای او برسه. اگر به مفاد این سند که از قانون اساسی بلژیک اقتباس شده بود نگاه بکنیم، اون رو سندی میبینیم که به قول دوست از دست رفته من محمد امینی شاید تنها سند سکولاری باشه که از آغاز تا پایان دوران مشروطه به دست آمده. اما گردش روزگار چنان بود که با مرگ مظفرالدین شاه روند باطل کردن همه ملاحظات سکولار دموکرات مندرج در این قانون 51 ماده‌ای برای همیشه شروع شد و این قانون به دست
فراموشی سپرده شد. اما اجازه بدین که پرداختن به این سند و اینکه چرا میشه اون رو سندی سکولار نامید به برنامه بعدی موکول بشه و ببینیم که شما هموندان حاضر در اتاق هماندیشی حزب سکولار دموکرات ایرانیان تا همینجا در این مورد چه نظری دارند. خب دوستان، من این دفعه زیادی حرف زدم، شدش 15 دقیقه، عذر میخوام و دیگه سعی میکنم که کمتر حرف بزنم. از آقای عباسپور خواهش میکنم که سخن رو آغاز کنن. ممنونم جناب دکتر نوری‌علا. خدمتتون عرض کنم، ما قبلا در جلسات قبل هم خب شما خیلی واقعا این داستان مشروطه به قول دوستان خیلی هی هر روز جالب و جالبتر میشه. من در این چند روز گذشته کتابی رو میخوندم در تیررس حادثه، زندگی سیاسی قوام السلطنه به نوشته آقای حمید شوکت. شما فرمودید که فقط نمیشه به اشخاص اشاره کرد و احتمالاً در طول تاریخ خیلی چیزا هستش که دست به دست همدیگه میدن و تاریخ رو میسازن، ولی برای من جالب بود که بعضی از اشخاص چقدر میتونن تاثیرگذار باشن در شکل گیری این گونه حوادث و تاریخ. مثلا فرض بکنید اگر به رضا شاه ما نگاه بکنیم، خب ایشون از یک سرباز معمولی به سردار سپهی میرسه و بعد از اونجا، میخواستم بگم که یه اگرم اینجا من اضافه بکنم به اون اگرهایی که شما فرمودی، اگر ما واقعا بی تفاوت نباشیم و اگر هنوز قبول داریم که مشروطه شکست نخورده و ما هنوز هم به دنبال ادامه مشروطه و برقراری سکولار دموکراسی هستیم، هر کدوم ما واقعا ممکنه که در تاریخ بتونیم چه نقشی ایفا بکنیم و هر کدوم از ما ذره ذره میتونیم واقعا چه تأثیری بگذاریم برای این روند در پیش رویی که به دنبال سکولاریسم و دموکراسی هستیم. این بود که فقط میخواستم در خاتمه سوالی از شما بکنم. با وجود این که این همه مظفرالدین شاه و منورالفکرها تلاش کردند برای ایجاد مشروطه، چه شد که محمد علی شاه که شما هم در صحبتاتون گفتید که خیلی به ظاهر اولش خودش خیلی طرفداری میکرد، به نوعی شاید ممانعتی نمیکرد از این مسئله، ولی بعد از فوت پدرش چه شد که اینقدر به اصطلاح به دنبال ملغا کردن این بود و چرا مخالفت میکرد؟ آیا ایشون هم مذهبی بود یا نقش آخوندها و مذهب واقعا روی ایشون هم تاثیر گذاشته بود؟ آیا شما جایی برخورد کردید که مخالفت ایشون چی بوده برای ملغا کردن فرمان مشروطه؟ ممنون. عرض کنم که حالا قرار ما اینه که به سلطنت رسیدن ایشون رو در آینده صحبتشو بکنیم که چه کرد و چه نکرد، ولی به هر حال ایشون در تمام اون سالهایی که در تبریز پسر مظفرالدین شاه و پسر ولیعهد بود و خودش قرار بود ولیعهد بشه، رفتار بسیار استبدادی داشتش و اصلا این حرفا رو قبول نداشت. و عرض کنم که بعدن حالا میبینیم که این آدم اصلا به شدت خرافی بودش، نمیدونم اصلا بدون استخاره آب نمیخورد یا بسالی داشت و تحت تاثیر آخوندهای مرتجع اون موقع به شدت بود، به خصوص این شیخ فضل‌الله رو در واقع این بالو پردادش که بیاد عمل بکنه. ولی راجع به این که او چه نقشی رو در ملغا کردن تمام تلاش ها داشت بگذاریم برای هفته آینده، ولی من فکر میکنم که روی خود مظفرالدین شاه اگر یک کمی
تأمل بکنیم شاید بشه گفتش که میشد از دل مظفرالدین شاه اگر زنده مونده بود اون پادشاهی پارلمانی رو که یه عده‌ای تصور میکنند که میشه داشت بیرون کشید و با مرگش در واقع راه باز شد برای اینکه مخالفین مشروطه بیان وسط. اینه که من پیشنهاد میکنم به من اجازه بدید هفته دیگه راجع به این مسئله یکمی بیشتر صحبت کنیم. خب نفر بعدی خانم سپیده، بفرمایید خانم سپیده خانم، خانم قیاسفر. سپاسگزارم آقای دکتر. البته شما به سرعت از روی این موضوع گذشتید، اما من میخوام بگم که اونچه که شما در مورد خصوصیات اخلاقی مظفرالدین شاه گفتید و در مورد عجله‌ای که منورالفکرهای درباری داشتن تا قبل از مرگ مظفرالدین شاه مجلس شورای ملی تشکیل بدن، نشون دهنده اهمیت حالا چه بالفعل و چه بالقوه نقش شخصیت ها هستش در تاریخ. چون شما خیلی زود از روی این موضوع گذشتید، دارم راجع به این موضوع صحبت میکنم. من تصور میکنم که نقش شخصیت در شکل گرفتن حوادث تاریخی خیلی اهمیت داره. مثلا شما در مورد مظفرالدین شاه گفتید که این رو گفتید که مرگ مظفرالدین شاه یکی از بدشانسی های مشروطه خواهان بود، چون اونم در دوره ولیعهدیش تلاش کرده بود تا با نخبگان و کسانی که به دنبال اصلاحات بودن، همونجور که الان آقای عباسپور هم اشاره کردن، روابط دوستانه برقرار کنه. و باز همین مظفرالدین شاه بودش که فرمان تشکیل مجلس و اولین قانون اساسی رو امضا کرد. حالا اگر که این ویژگی ها رو با خصوصیت های پدرش ناصرالدین شاه که دو بار براش قانون نوشتن اما نپذیرفت، یا مثلا با پسرش محمد علی شاه که مجلس رو به توپ بس مقایسه کنیم، بیشتر میتونیم ببینیم که وجود مظفرالدین شاه میتونست در تاریخ معاصر ایران نقش بسیار پررنگی داشته باشه. البته اگر که مریض نبود و در عرض 4 ماه بعد از امضای فرمان مشروطه از دنیا نمیرفت. اما علت اینکه من وقت گرفتم این بود که میخواستم نظر شخصی خودتون رو در مورد نقش شخصیت در تاریخ شرح بدید، چون خیلی کوتاه، همونجور که عرض کردم، خیلی کوتاه اشاره کردید. ممنون میشم و خوشحال میشم اگر که نظر خودتون رو بدونم در این مورد. سپاسگزارم. بله خیلی ممنون. والا من در این مورد نظر به خصوصی ندارم. من میدونم که به هر حال کسانی که تو تاریخ کار میکنن بخششون معتقد به نقش شخصیت هستن، بخششون میگن که نقش شخصیت یکی از عناصرش هستش. من خودم اقرار میکنم که فکر میکنم شخصیت ها خیلی بیشتر از اون چیزی که تصور میشه میتونن روی تاریخ اثر بگذارن. ولی وقتی که شما تمرکز رو از روی اون شخصی که مورد نظرتون هست بردارید و به مجموعه اشخاصی که توی این صحنه دارن بازی میکنن نگاه بکنید، خب نقش اونها هم مهمه دیگه. بنابراین نقش اونها و نقش این شخص رو که کنار هم بگذارید میبینید که شاید به یک صورتی همدیگر رو خونسا کنن، دو مرتبه خود شرایط باشن که و تعاملات بین این اشخاص باشن که تاریخ واقعیت های تاریخی رو رقم بزنن. اینه که من تمایل شخصی اینه که فکر کنم که شخصیت های مهم تاریخ رو شکل دادن. خب ما که نمیتونیم منکر این بشیم که مثلا اسکندر کبیر نم فلان بوده، شاه اسماعیل مثلا چجوری وارد ایران رو، مذهب شیعه اثناعشری رو وارد ایران کردش، نادرشاه چنان کرد و چنین نکرد. ولی در مجموع تو سیر بلند تاریخی که نگاه کنیم میبینیم که مثل یه چراغی میمونه که در دل تاریکی روشن میشه، اما به محض اینکه خاموش میشه دو مرتبه این تاریکی که میاد مسلط میشه. یه همچین وضعیتی وجود داره تو ذهن ما
شخصیت های تاریخی جا میافتن. ما میتونیم هر کدوممون بگیم از با همدیگه مصاحبه بکنیم، بگیم آقا در تاریخی که تو خوندی کدوم شخصیت ها برای تو برجسته بودن. این به خاطر اون چراغیه که روشن میشه. اما اگر در مجموعه تاریخی بخوایم نگاه بکنیم، اون وقت هم در زمینه فلسفه تاریخ که آدمای مثل مارکس و نمیدونم وبر و این حرفا کار کردن، میبینیم که نقش شخصیت ضعیف میشه و مجموعه عناصر هستش که پیش میاد. ما خودمون تو زندگی معاصر خودمون این قضیه رو دیدیم دیگه، که مثلا اگر که آیت الله خامنه ای نبود، آیا این انقلاب به این شکل اتفاق میافتاد؟ اگر این خامنه ای جاش یک کسی دیگه ای رو مثل منتظری رو گذاشته بودن، ولی فقیه، آیا تاریخ ما این حرکت رو میکرد؟ بنابراین واقعا میتونم بگم که هیچ اظهار نظر خاصی نمیتونم بکنم. فکر میکنم که میشه به بدشانسی های تاریخی بیشتر توجه کردش تا به نقش شخصیت در تاریخ، ولی اینو به عهده خودتون میذارم که هر کدوم هر قضاوتی رو در این زمینه داریم. عرض کنم که نفر بعدی هم آقای امیر بیگلر، بفرمایید. خسته نباشید. این داستان هر روز قشنگتر رو، یعنی هر جلسه قشنگتر و قشنگتر میشه. مثال خیلی زیبایی خودتون زدید جناب نوریالا، این شخصیت های تاریخی به خصوص در تاریخ ایران واقعیت مثل اون چرا بودن که در یک تاریکی به شدت نورانی میشن و وقتی خاموش میشن تاریکی دو مرتبه همه جا رو میگیره. واقعیت همین، این برخلاف اون چیزی که شما مال فهمون مثلا وبر یا مارکس رو فلسفه تاریخ کار کردن، اینا تاریخ به اصطلاح غربه، چون واقعیت فعل انفعالات اجتماعیه که شخصیت ها رو تو غرب می ساخت. یکی رو مثل ناپلون بناپارت می داد بیرون مثلا، یا مثل بیسمارک می داد بیرون. ولی توی ایران تاریخ خودمون که نگاه بکنید قضیه چیز دیگه است. این واقعیت مثل یک گل گرایول میمونه که تو اون لجنزار به وجود میاد و زیبایی قشنگی داره. شاید نمونه خوبی نبود، ولی واقعیت میبینیم که شخصیت ها هستن که در ایران، یعنی در تاریخ ما، تاریخ رو ساختن. شما نادرشاه رو نگاه کنید، شاه اسماعیل اول رو نگاه بکنید، کوروش رو نگاه کنید، داریوش رو نگاه کنید، بعد از یک تاریکی یه دفعه درخشش میکنه. بزرگتر از، به باور خود من، رضا شاه بزرگ بزرگترین این چراغ‌هاست. یعنی در یک تاریکی بعد از این، حالا زنده یاد جناب محمد امینی، شما یادشون کردین، یادشون زنده باشه همیشه. من بهشون خیلی نزدیک بودم، ما هم دیگه زیاد صحبت میکردیم. و فکر کنم سکولاریسمی که گفتن، بسیار شما نقل قول کردید از ایشون که این بسیار قانون اساسی تنها سند سکولاریسم مشروطیته. قانون اساسی بعد... بله بله دقیقا. من فکر کنم برداشت ایشون از سکولاریسم در از همون محدود کردن جدایی دین از سیاست، جدایی دین از سیاست، بیشتر از این نبود. یعنی برداشت ایشون از سکولاریسم بیشتر از این، فراتر از این نمیره. به خاطر هم نمست یه همچین نتیجه میگیرن. در صورتی که شما اگر بخواین واقعیت سکولاریسم یا سکولاریزاسیون جامعه رو بعد از انقلاب مشروطه در ایران بررسی بکنید، باید رضا شاه رو نگاه بکنید، چون با اقتداری که اون داشت در از اون بود که روحانیت و دست روحانیت از جامعه کوتاه کرد. نمونه جالبی بود که شهرام جان در مورد آقای تقی‌زاده صحبت میکنه، نماینده های مجلس یا به قول شما منور شخصیت های منور فکر های اون موقع، میرن پیش دو تا آخوند اون موقع که به اصطلاح مرجع تقلید بودن، حکم ارتداد چه میگیرن؟ که بکشنش.
یعنی همونایی که ما فکر میکنیم که داشتن در راه سکولاریزاسیون جامعه ایران در اون موقع کار میکردن، یه همچین کاری میکنن. خب این سکولاریست نیستش. این در اصل من خودم تاریخ مشروطه رو که میخونم میگم که روشن فکرام ما بغیر از دوتاشون که یکشون خاموش بود به خاطر اینکه در ایران زندگی میکرد، آقای فروغی، و یکیش خاموش نبود به خاطر اینکه در ایران زندگی نمیکرد، در روسیه زندگی میکرد. الان نامش رو از خاطرم رفت، حالا اگه یادم اومد میگم، حتما میدونی منظورم کیه. نامش از خاطرم رفت. در حال اینا بودن که واقعیت سکولاریسم رو فهمیده بودن، فهمیده بودن جامعه ایران چه اشکالی داره. ولی خب شما کارهای زیبای آقای فروغی رو نگاه میکنید، میبینید کاری که کرده روشنگریه، روشنگری جامعه است. چه کارهایی که ترجمه کردی، چه نوشتاراش، فرق نمیکنه. ادعای هیچ چیزی هم نداشت به خاطر اینکه در ایران زندگی میکرد. یعنی اگر میخواست اون کاری که گالیله کرده بود، واقعا شاید بلای بدتر از گالیله سرش می آورد. یعنی اون کاری که میخواستن با گالیله بکنن و نکردن، با برونو جورجانیو کردن، شاید با فروغی میکردن. خب سیاستش بود، آدم سیاستمداری بود، میدونست کی و چه موقع باید چی کار بکنه و چگونه حرف بزنه. در غیر این صورت شما واقعیت شخصیت سکولاری تو تاریخ ایران نمیبینید، تو تاریخ مشروطیت نمیبینید، که اون برداشتی که واقعیت روند تاریخی یا فلسفه تاریخی اروپا سکولاریسم رو به وجود میاره، اونم در عرض 10 سال 20 سال نبوده، یه روند 400-500 یعنی 4-5 قرنیه. از انگلیس شروع میشه، یه حرکتی که لوردا انجام میدن و دست کلیسای کاتولیکو از انگلیس کوتاه میکنن، تازه اونم سکولاریست نبوده چون یه کلیسای دیگه جاش میذارن، ولی در اصل حرکتیه که به انقلاب فرانسه منجر میشه. در حال من خواستم بگم که من فکر کنم اون اگرهایی که شما میذارید، در مقابل هر اگری دو تا مگر ما خواهیم داشت، به خاطر اینکه میدونستیم یعنی میدونستیم چی میخوایم، ولی نمیدونستیم اشکال کار کجاست که بریم اشکالش رو رفع بکنیم. سپاسگزارم ازتون. بله، فقط نکته ای که من گفتم با نکاتی که شما گفتید این اختلاف رو داشت که من از مرحوم امینی نقل کردم که تنها سند سکولاری که ما داریم، نه تنها شخصیت سکولار. شخصیت سکولار ما بسیار داشته ایم در طول تاریخ معاصرمون، ولی سندی ما نداریم که نوشته شده باشه، سند ملی، ها، نه اینکه یک کسی تو کتاب خودش اشاره کرده باشه. بهار عرض کنم که بریم به پای صحبت شبنم خانم بدری بشیم. مرسی، ممنون آقای دکتر. من فقط میخواستم کوتاه به یه مطلبی اشاره کنم که این اولین مجلسی که تشکیل شد، همونطور که خودتون هم گفتین که با تلاش مشروط خواهان خواستار این بودن که حتما اسمش باید مجلس شورای ملی باشه نه اسلامی. حالا موارد دیگه هم شما اشاره کردین، بعدا هم که تو برنامه های آینده به متن قانون اساسی مشروطه نگاه کنیم، به نظر من همش این صحبت شما رو تایید میکنه که واقعا میشه بگیم که سکولار بوده. یعنی حالا میگم در برنامه بعد اشاره میکنیم، ولی تنها چیزی که حداقل الان خاطر من هست که در اون بود که اشاره شده بود به شکلی به مذهب، این بود که قسم باید به قرآن بخورم. من اینطور یادم میاد، حالا میشه بعدا بر برنامه بعد با جزئیات اشاره کرد. و خب از مظفرالدین شاه هم که تقدیر میکردن به عنوان شاه مشروطه ازش نام میبردن، حتی بعد از اینکه فوت شد و در حالا کربلا به خاک سپرده شد، سال بعد هم به عنوان شاه مشروطه مراسمی برای گرامی داشتش برگزار می شد. ولی نکته که بر من جالب بود، میخواستم بیشتر این رو اشاره کنم، هم سوال کنم، این که مجلسی که شورای ملی اولیش که در ایران تشکیل شده، این 50 سال پیش از مجلس پاکستان بود.
40 سال قبل مجلس ژاپن، 14 سال قبل مجلس ترکیه، 13 سال قبل از مجلس هند. ولی حداقل میتونیم بگیم در مورد ژاپن که خب اصلا اوضاع قابل مقایسه با حال و روز امروز ما نیست، و ترکیه هم باید بگیم خب خیلی بهتره. این سوال رو توی ذهن من میاره که با اینکه به هر حال کار درخشانی کرده مظفرالدین شاه، که یه دم میگن علاوه بر افراد روشنفکری که در کنارش بودن، این دوران طولانی مدت ولایت عهدی که داشته شاید اصلا باعث میشد به تجربه یک سری از ایرادات رو متوجه بشه. و خب تمام این کارها درخشان بوده، کارهای مظفرالدین شاه و سایرین، ولی چه بوده غیر از این که در مورد با اینکه ما پیشتاز بودیم نسبت به مثلا به ژاپن و ترکیه، بر ما این گذشت و بر اونها اون. برای همین میگم با اینکه درخشان بوده، نمیدونم آیا اگر هم به این زودی فوت نمیکرد مظفرالدین شاه، باز هم الان اوضاع ما بهتر بود؟ میگم اینها سوالاتیه که توی ذهن آدم میاد که ایرادات واقعی، اگه نگیم ایراد واقعی چه بوده، با اینکه بعد تقدیر کرد از مجلس مشروطه. میگم حالا احتمالا در برنامه بعد شما میخواین جمع بندی بکنید، ولی اگر خلاصه حداقل نظر خودتون رو بفرمایید که 40 سال پیش از ژاپن تشکیل شد، ولی الان ژاپن کجا ما کجا. مرسی، ممنون. والا من نمیدونم جواب شما رو چی باید بدم. من فکر میکنم که اصلاحاتی که ناشی از آگاهی دولت مردان به اینکه سیستم کار نمیکنه میتونه باعث این بشه که فکر چاره باشن. یعنی این جنگ های ایران روس بودش که آنچنان به وضوح وضعیت عقب مونده کشور ما رو نشون دولت مردای ما داد که اینا دست به کار این کار شدن. موردهای دیگه مثل ژاپن رو غیر دیگری که نگاه بکنیم، باید ببینیم که در اونها کی به چه دلیلی این نیاز به تغییرات و اصلاحات پیش آمده و منجر به مثلا تغییرات قانونی شده. معلومه روشنه واقعا، به خصوص وقتی که در اون مدت کوتاه پادشاهیش نادرشاه رفت هندوستان رو گرفت، روسا رو بیرون کرد، عثمانی ها رو بیرون کرد، یک نوع لعاب فریبنده ای روی تاریخ ما کشیده شده بود که ما برگشتیم به عظمت باستانی خودمون. اما جنگای روسا، یهو جنگ ایران روس به کل اندراس سیستم ما رو ایجاد کرد و موجب شد که اینا واقعا به فکر عاجل بیفتن راجع به قضیه. عرض کنم که جناب فرامرز کهن بفرمایید. ممنون. نکته که میخواستم بگم برمیگرده به اون مطلبی که چند نفر از دوستان فرمودن درباره این که چه میدونم کل تاریخ ایران مثل گندابیه یا فاضلابیه که مثلا 4-5 مرد تاریخی توش گل تنها گلایی هستن یا تنها چراغایی هستن. من کاملا مخالفم با این دیدگاه. چیزی که تاریخ رو تعیین میکنه افراد تک تک نیستن، بلکه نهادهایی هستن که دور این اطراف وجود داره. مثال خیلی ساده، خوشبختانه اونقدر ازش نمیگذره، خود آقای خمینی رو در نظر بگیرید. حالا کسان اینجا هستن که عمرشون میرسه، که مثل من عمرشون شاید نرسه، میتونن از پدر و مادر خودم بپرسن آیا 50 سال پیش کسی خمینی رو آدم تاریخی میدونست؟ نه، اهمیتی هم برای مردم ایران نداشت، تأثیری هم روی ایران نداشت. اگر مجاهدین ازش حمایت نمیکردن اصلا میتونست تبدیل بشه به رهبر انقلاب. اگر انقلاب شاه و مردم اتفاق نمیافتاد که افرادی که قبلا فقیه بودن یه دفعه صاحب زمین بشن، بیان تهران ببینن که بله شاه کاخ داره، ما توی فاضلاب زندگی میکنیم، اگر اون تغییرات اجتماعی وجود نداشت اصلا خمینی میتونست رهبر بشه. اگر شرکت ملی نفت کارگرش اونقدر اعتصاب نکردن، خمینی اصلا میتونست رهبر بشه. فقط به خود شخص نیست، به خیلی از چیزهای دیگه مربوط داره. یک مثال دیگه بزنم، شما فرض کنید امروز یک هیتلر تازه تو آلمان به وجود بیاد، شما اصلا براتون قابل تصور هست که چنین شخصی اصلا بتونه دسترسی به قدرت سیاسی پیدا کنه؟ به هیچ عنوان، هر چقدر که آدم تاریخی باشه.
نهادها خیلی مهمن. چیزی که امروز از دولت آلمان حمایت میکنه فقط چند تا حزب ضعیف نیستن مثل اون موقع که هیتلر وجود داشت. الان یک دادگاه بسیار قوی دارن که تنها کاری که میکنه از قانون اساسی فعلی آلمان حمایت میکنه. نهادهایی که به وجود اومده مخصوصا نهادهای اقتصادی و اجتماعی جلوی تغییرات بزرگ سیاسی رو در جهت منفی میگیرن. در نتیجه اینطور ما نباید ببینیم که تاریخ و کلا چند نفر انسان یا چند نفر مرد تعیین کردن و بقیه مردم هیچ تاثیری نذاشتن. شما هر شاهی رو نگاه کنید اطرافیانش کاملا مستقیما تاثیر گذاشتن، نه فقط اطرافیانش، منتظمه نهادهایی که وجود داشته. شما نهادها رو میتونید به عنوان قانون در نظر بگیرید، مخصوصا نهادهای اقتصادی عموما قانون هستن، قوانینی هستن که روی اقتصاد تصمیم میگیرن. نهادهای اجتماعی گروههایی هستن که مردم خودشون میتونن تشکیل بدن، نهادهای سیاسی میتونن احزاب باشن، انجمنها باشن، همه اینا تاثیر میذارن، حالا یا حمایت میکنن یا مخالفت میکنن یا به نوعی بالاخره تاثیر میذارن. و اینطور نیست که فقط یک نفر یعنی که دو سه نفر میتونن تاثیرات بسیار عظیمی بذارن، کلا ناوابسته از این. فیلسوف اتریشی کارل پاپر اسم این نوع فکر کردن رو میگه تاریخ پرستی، و انتقادات بسیار زیادی هم درباره این داره و اسناد زیادی هم میاره که چرا این نوع فکر کردن خوب نیست. در واقع ادعا میکنه و سندم براش میاره که این نوع فکر کردن برمیگرده در واقع به تفکرات قبیله گرایی، چون تو تفکرات قبیله گرایی همیشه یک یا چند نفر آدمای مخصوصی هستن، حالا یا به اسم خدا یا به اسم پیامبر یا به اسم جنونم امام یا به اسم جنونم شاه، هر چیزی، و ما اونا رو تبدیل میکنیم به چیزهای خیلی بزرگتر از چیزی که هستن، به ایده های خیلی بزرگتر از اونی که هستن. واقعیت ساده مردم اینه، شما الان 20 سال 30 سال 40 سال برید به آینده، بگیم شما در سال 2044 میلادی هستید، دارید 20 سال به عقب نگاه میکنید، کدوم یکی از انسانهایی که امروز در سپهر سیاسی ایران هستن و شما آدمای بسیار عظیم میدونید، این چراغ میدونید که در تاریخ خانه ایران هست، امروز شاید نبینیم مستقیما ولی 2044 شاید عقب نگاه کنیم ببینیم که خب شاید خانم شیرین عبادی اون چراغ بوده، شاید خانم نرگس محمدی اون چراغ بوده، در حالی که امروز شاید متوجه نیستیم به اون خوبی. دلیلش چیه؟ دلیلش که اون نهادها رو ما داریم مستقیما باشون همکاری میکنیم، متوجهیم که یک انسان فراتر از هزاران نهاد نمیتونه باشه، وابسته است به نهادهایی که ازش حمایت میکنه. ممنون. بله، خب این دفاعیه بسیار بلیغی بودش در مورد اینکه نقش شخصیت در تاریخ چندان هم مهم نیست. اون چراغایی هم که من گفتم داشتم راجع به حافظه خودمون صحبت میکردم، وگرنه گفتم به محض اینکه اون چراغ خاموش میشه دو مرتبه اون چی که وجود داره به نام تاریکی، حالا میتونه معنای بعد تاریکی رو نگیریم، معنای فیزیکیش رو بگیریم، اون میتونه بیاد مسلط بشه. من هم همین عقیده دارم که اینا همه تعاملات همه این عناصر هستش که موجب میشه یه سیتواسیون تاریخی معینی به وجود بیاد، و در غیر وجود اون عوامل اون شخص هر گونه شخصیتی هم که داشته باشه. ولی مثلا مرگ یکی از مسائلیه که جزء محاسبه نیستش. یهو یه آدمی در یه موقعیت خاصی داره یه کاری تاریخی رو انجام میده و میمیره، پروژهش متوقف میشه. من بیشتر روی این مسئلهش داشتم صحبت میکردم.